تأثیر منفی از بازخوردها و نظرات همسر می تواند به تنش در روابط منجر شود. سلام، در این ویدیو می خواهم در مورد چالش های مربوط به پرورش فرزندان صحبت کنم. هنگامی که کودکان ما در حال رشد هستند، پرورش، رفتارهای خوب و نگرش های مثبت آنها امری بسیار مهم است. نکات کلیدی این موضوع: ارتباط باز، همدلی، تمرکز بر اهداف مشترک، حل مسئله به صورت همکارانه، جستجوی کمک حرفه‌ای. ارتباط باز. تأکید بر اهمیت ارتباط باز و صادقانه بین شما و همسرتان، تشویق به ایجاد فضای امن که هر دو زن و مرد بتوانند بدون ترس از قضاوت، افکار و نگرش خود را بیان کنند. همدلی و درک. یادآوری اهمیت همدلی و درک نسبت به دیدگاه همسر، اعتراف به این که هر کس دارای رویکرد خود در پرورش فرزندان است که تحت تأثیر تجربیات، معتقدات و باورهایش قرار گرفته است. تمرکز بر اهداف مشترک. برجسته کردن اهمیت تمرکز بر اهداف مشترک به عنوان والدین، مانند پرورش فرزندان خوب و خوش رفتار، تأکید بر تمایل مشترک به رسیدن به رفاه و توسعه فرزندان می تواند به عنوان عامل اتحاد در برطرف کردن تفاوت ها عمل کند. حل مسئله به صورت همکارانه. تشویق مخاطبان و برخورد با تضادها و عنوان فرصتهای حل مسئله به صورت همکارانه و جای جنگهای مخالفتی، پیشنهاد تکنیکهای مانند گوش دادن فعال، توافق و پیدا کردن نقطه میانی برای برطرف کردن تفاوتها به صورت سازنده. جستجوی کمک حرفه‌ای. یادآوری والدین به این که جستجوی کمک حرفه‌ای مانند درمان خانواده با کارگاه های پرورش فرزندان می تواند راهنمایی و حمایت ارزشمند در برطرف کردن چالش های پرورش و تقویت رابطه آنها باشد. و یاد داشته باشید که پرورش فرزندان یک سفر پر از موفقیت ها و شکست هاست. هرچند تفاوت ها در روش های پرورش ممکن است پیش بیاید، اما نحوه راهنمایی و اتحاد برای آنچه که مهم است، ایجاد ارتباط باز، همدلی و تعهد مشترک برای رفاه فرزندان می تواند محیط هماهنگ و حمایتی را برای خانواده ها ایجاد کند.
لطفاً این مطالب و راهکارها رو با دیگران به اشتراک بگذارید و امید روزهای خوب و موفقیت در پرورش فرزندانتان. خداحافظ. از توجه و تماشای شما سپاس گذارم. راقب خود و فرزندانتان باشید.